جمعی از فضلا، روحانیون و مدرسین حوزه علمیه قم در صدومین روز از حبس رهبران جنبش سبز و همسرانشون بیانیه ای صادر کردند و خواهان رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشون شدند. در ارتباط با بیانیه علمای منتقد حکومت در قم گفتگویی داشتیم با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی. شما رو دعوت میکنم به شنیدن این گفتگو. آقای اکبرین، بیانیه اخیر 120 نفر از روحانیون قم در انتقاد از ادامه حصر رهبران جنبش سبز در حالی صادر شده که در دوره بعد از انتخابات حکومت حتی به انتقاد مراجع تقلید هم ترتیب اثر نداده. بقیه شما صدور چنین بیانیه هایی چه تأثیری میتونه بر فضای کشور داشته باشه؟ به نظر من نسبت این بیانیه ها با حکومت مصداق همون شعر است که گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. وقتی صدای مراجع شنیده نشده، طبیعتا شاگردان مراجع که در این بیانیه اسمها و امضاهاشون اومده هم از طریق حکومت شنیده نمیشه. من مخاطب اصلی این بیانیه رو بیش از اون که حکومت بدونم، مردم میدونم. فکر میکنم که مهمتر از محتوای بیانیه که هشدار است به تهدیدی که سرمایه های نظام رو داره تهدید میکنه با این بازداشت ها، به ویژه بازداشت رهبران جنبش سبز، اسم ها و هویت کسانی است که پای این بیانیه امضا کردن. ببینید، سه دسته هویت امضاهای این بیانیه رو تشکیل میدن. دسته اول کسانی هستند که از اساتید برجسته حوزه علمیه قمند. شما نامهایی مثل آیت الله عیاضی از قرآن پژوهان برجسته کشور یا آیت الله کاملان و آیت الله عابدینی، اینها از اساتید برجسته حوزه هستند امروز و بسیاری از نامهای دیگه که حالا اینجا بنای شمارششون رو ندارم. این که اساتید مبرز حوزه به نظام اعتراض میکنند که روش حکومتداری شما سرمایه های این کشور رو در معرض مخاطره و تهدید قرار میده، بسیار نکته مهم نیست. دسته دوم که شاگردان برجسته آیت الله منتظری هستند، معلوم میشه با رفتن ایشون هویت ایشون، آزادی خواهی ایشون، کرامت ایشون، احترام ایشون به حقوق انسان در شاگردانشون ادامه پیدا کرده. و دسته سوم اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه هستند که برخلاف تشکل مشابهشون، یعنی جامعه مدرسین که فقط در حمایت از رهبری و نظام بیانیه میده و به اشارت رهبری در اطاعت از ایشون اعلام موضع میکنه، این تشکل شکل مستقلی است و به احترام آزادی های اساسی مردم هر از چندگاه بیانیه صادر میکنه و اعضاش هم پای این بیانیه رو امضا کردن. این که مردم هویت این افراد رو بدونن به نظر من بسیار مهمه. در بین کسانی که این بیانیه را امضا کردند، نام احمد منتظری، فرزند مرحوم آیت الله منتظری و همینطور که شما گفتین تعداد دیگه ای از شاگردای ایشون دیده میشه. به نظر شما بعد از فوت آیت الله منتظری شرایط و جایگاه شاگردان این مرجع تقلید در قم به چه صورت هست؟ ببینید، شرایط شاگردان آیت الله منتظری و نزدیکان ایشون از جهت فشارهایی که برشون وارد می شد با قبل از درگذشت ایشون تفاوتی نکرده. در طول سالهای اخیر که بخش‌های دیگری از کسانی که امروز در زندان‌ها به سر می‌برند اندکی آرامش داشتند، در همون روزها شاگردان آیت الله منتظری و نزدیکان ایشون در اوج ناآرامی به سر می‌بردند. حتی در سال‌های ریاست جمهوری آقای خاتمی که بخش‌هایی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی آزاد بودند، بخش‌هایی عرض می‌کنم، اما اگر بخش‌هایی هم آزاد بودند و در آرامش بودند، هیچ بخشی از شاگردان آیت الله منتظری اون ایام در آرامش نبودند. یا در جلسات بازجویی به سر می‌بردند، یا در سلول‌های انفرادی، یا در زندان‌ها، یا در محدودیت‌ها و تضییق‌های دیگه. در واقع بعد از درگذشت ایشون همون روند ادامه پیدا کرده و اوضاع برایشون بدتر نشده. از ابتدای حصر ایشون اوضاع برای شاگردان و نزدیکان ایشون بدتر بود. اون چیزی که تغییر کرده این هست که اگر اون روز صدای مظلومیتشون و رشادتشون به جامعه نمی‌رسید، حقانیت خواسته‌هاشون و دفاعشون از مظلومیت آیت الله منتظری اگر به جایی نمی رسید، امروز به برکت جنبش سبز و به برکت جنبش آزادی خواهی
فراگیر مردم ایران صدای اونها هم به همه میرسه و احترام و عزت اونها بیش از گذشته شده. متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.